جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند. در آن زمان امام به خاطر اعتراضش به رژیم شاهنشاهی به فرانسه تبعید شده بود و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. جنگی که امام خمینی علیه محمد رضا شاه پهلوی با آن سخنرانی‌های گیرایش بر ضد آمریکا به راه انداخت، از پوشش بی‌نظیر رسانه‌ای برخوردار شد و او را به عنوان یکی از بارزترین انقلابی‌های قرن بیستم معرفی کرد، به گونه‌ای که اخبارش صفحات روزنامه‌ها را پر کرد و حدیث او در تیتر اول تمام خبرها قرار گرفت. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی، با آن ریش سفید و عمامه سیاه که بیشتر شبیه نوزادی بود که از دل تاریخ و از کتاب‌های تاریخی و قصه‌های قدیمی زاده شده بود. همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله. سؤالی که بیشتر در اذهان روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جهان نقش بست این بود که خمینی از کدام دسته انقلابی هاست و او را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟ ابراهام لینکلن، لنین یا چرچیل یا همانند هیتلر، موسولینی یا بسان دوگل؟ ما را به یاد عبدالناصر میاندازد یا نهرو و کاسترو، شاید هم چگوارا. ولی خمینی با همه آنها فرق داشت. انقلاب اسلامی را در قرن 20 رهبری کرد، انقلابی که پیروزی برای آن رقم خورده بود. او کمونیست، امپریالیست و یا ناسیونالیست نبود. او تنها رهبری اسلامی بود پیش از آن که رهبر یک ملت باشد و شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. عمامه سیاهی که روح الله به سر می کرد، ما را به نسبش که به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه منسوب بود می رساند. او در اصل و ریشه از اعراب مکه است و خودش در روستای کوچکی در دل ایران در آغاز قرن بیستم دیده به جهان گشود. سفر دور و دراز اجداد اولیه امام خمینی از مکه تا خمین هزاران کیلومتر بود و بیش از هزار سال به طول انجامید. مکه مکرمه، آغاز قرن بیستم. در اینجا اجداد پیشین روح الله از 1400 سال پیش زندگی می کردند و در همین جاست که نسبش به جد اکبر او، امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام، نواده پنجم پیامبر صلوات الله علیه میرسد. امام موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان 12 امامی است. جد بزرگوار روح الله، امام موسی بن جعفر علیه السلام، شبه جزیره عربستان را بنا به درخواست المهدی خلیفه بنی العباس ترک می کند و به عراق می رود و پس از آن در زندانهای بنی العباس زندانی می شود تا اینکه در همانجا وفات می یابد و در دیار قربت و دور از وطن و کاشانه خیش مدفون می شود و مزارش تا همکنون در کاظمین عراق موجود و زیارتگاه عاشقان است. نواده های امام علیه السلام در بغداد و عراق می مانند و کم کم به خاندان موسوی معروف می شوند. مدتی بعد گروهی از آنان به نیشابور، یکی از شهرهای کنونی ایران، هجرت می کنند. تبعد عن مدينة مشهد حوالي 100 كيلومتر. آنها پس از مدت زمانی به کشمیر رهسپار می‌شوند. يهاجرون الى کشمیر. خاندان موسوی در کشمیر عهده‌دار نشر دین اسلام شده و در همان جا مستقر می‌شوند تا نسل این خاندان به سید میر حامد حسین موسوی می‌رسد. این همان جد سوم روح الله است. بدین قرار که 250 سال قبل از ولادت خمینی، حامد صاحب پسری می‌شود به نام دین علی شاه. ولی بعدها حامد و دین علی شاه به دست ارباب‌های زمین‌خوار کشمیر به قتل می‌رسند. مزار آنها هنوز هم در کشمیر موجود است.
دین علی شاه پسری داشت به نام احمد. او برای تکمیل علوم دینی خود به نجف اشرف در عراق مسافرت می کند تا در حوزه آن به تحصیل بپردازد. چون احمد از کشمیر یعنی از شبه قاره هند به نجف رفته بود، کم کم در بین دوستان و همدرسان خود به احمد هندی معروف شد، ولی مدت اقامت او در نجف زیاد طول نمی کشد. در آن زمان خمین روستای کوچک در وسط ایران بود. مردمانش زیر سلطه خاندان صفوی که حالا بسیار ضعیف و بی قدرت شده بودند زندگی می کردند. لذا مالکان و اربابان بی مهابا اموال و احشامانها را از چنگشان در می آوردند. مردم به ناچار گروهی را روانه نجف کردند تا شکایت وضعشان را به رهبر دینیشان آیت الله شیرازی ببرند و از او کمک بخواهند. آیت الله شیرازی از سید احمد موسوی می خواهد که همراه آنها به خمین برود. احمد هندی موسوی اطاعت کرده و همراه مردم خمین وارد سرزمین تازه‌اش می شود. در خمین مردم سید احمد هندی را به عنوان قاضی تعیین کنند تا به اختلافاتشان خاتمه دهد. به او خانه ای می دهند که بیشتر شبیه به قلعه است. این خانه دو برج داشت، یکی در سمت غرب و دیگری در سمت شرق آن. از آن به بعد محکمه در حیات خانه برپا می شد. سید حکم صادر می کرد و توسط چند نگهبان که داشت احکام صادره را به اجرا در می آورد، به خصوص احکامی که در مورد تقسیم اراضی صادر می شد. در سال 1864 میلادی سید احمد هندی صاحب پسری می شود و او را مصطفی نام می دهد. مصطفی بعدها به نام مصطفی خمینی معروف شد و بدین سان اجداد امام خمینی در ایران پس از سفری که بیش از 1000 سال طول کشید مستقر شدند. نام خانواده بر اثر تغییر جا و مکان عوض شد، لذا بعد از موسوی و هندی حالا به علت اسکان در خمین به خمینی معروف شد، اسمی که تاکنون هم بر جای خود باقی است. سید مصطفی با خانم هاجر دختر آیت الله میرزا احمد مجتهد ازدواج می کند و صاحب دو فرزند پسر به نام های مرتضی و نورالدین می شود. آنها حالا در انتظار سومی هستند. هاجر آبستن منتظر شوهر خیش بود و دعا می کرد که شوهرش و اهالی شهر که برای سر جانشاندن مالکان و اربابان اطراف به خارج از شهر رفته بودند سالم برگردند، ولی قبل از برگشت پدر فرزند سوم به دنیا می آید. در 20 جمادیال آخر سال 1320 هجری قمری مطابق با 24 سپتامبر 1902 میلادی در همین اتاق هاجر فرزند سومش را که اسمش را روح الله می گذارد به دنیا می آورد. مادر و فرزندش به انتظار پدر می نشینند، ولی آقا سید مصطفی بر نمی گردد. در اثر زور و ستم اون زمان خانه ها و کسانی که وابسته به دولت ها بودن که اونها می خواستن جنایت کنن در شهر خمین و نسبت به جان مردم، ناموس مردم یا کسانی که قافله هایی که می آمدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها می کردن، این مرد استادگی میکرد پدر امام و در اثر استادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین و عراق. خانواده پس از قتل سید مصطفی ساکت نمی نشیند، به خصوص عمه روح الله کوچک یعنی صاحب خانم. و عمه امام، عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی رو شهید کردند او عمه امام آمد گفت من باید برم تا وقتی که قاتل آقا مصطفی رو نگیرم از تهران نمیام.
عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست، گفت باید قاتل پدر چیز آقا مصطفی رو بدید. خیلی اصرار که شما برو، ما گفت نمیشه. بچه های آمرتضای پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخوایم. 6 ماه تمام در اونجا موند تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت، آورد خمین به دار زد و قاتل امام، قاتل آقا مصطفی کشته شد. روح الله کوچک مزه یتیمی را با اینکه بیش از 5 ماه نداشت چشید. مادرش شیر به اندازه کافی نداشت تا او را سیر نگه دارد. به ناچار او را به دایه‌ای سپردند تا هم به او شیر دهد و هم مادر رضایی او شود. اینجا یه نکته‌ای بگم که برای دنیا خیلی جالبه. وقتی که این مادر شیر نداشت و گشتند برای اینکه یک نفر رو پیدا کنند از زنها که شیر بده به ایشون، یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردند، اونم یه پسر داشت، آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من 2 پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد. میگه خیلی خوب، این پستان مال این، شیر این پستانم مال بچه‌م.